بسم الله الرحمن الرحیم ای آرزوی جانم از ما سلام بادن دوستان علی سلام انشاءالله حال دلتون خوب باشه دوستان توی فصل سوم ریاضی ده هستیم توی این قسمت میخوام براتون عبارت گویا رو درس بدم قسمت بسیار مهمی هستش ولی شما باید قبلش کلیپ اتحاد و تجزیه و توان رسانی و ریشه گیری رو دیده باشید و یاد گرفته باشید وگرنه توی این قسمت دوچاره مشکل میشید پیشنهاد میکنم قبل از دیدن این کلیپ کلیپ های گذشته رو ببینید یاد بگیرید مسلط بشید و سپس عبارت های گویا رو ببینید ببینید و استفاده کنید عبارت های گویا پس چه های گویا چی هستش شما دو تا چند جمله رو به هم تقسیم کنیم میشه یک عبارت گویا مثل چی مثلا شما میگی آقای x تقسیم بر y یا مثلا شما میگی x دو به علاوه یک به روی x سه های هشت یا بگی اصلا x به علاوه y تقسیم بر هیچ شما مخرجش که میتونی یک بذاری همه اینا میشن عبارت های چی ها؟ گویا عبارت های گویا بابا همون چند جمله های خودمون دیگه همون که میشدن اتحاد و تجزیه و این داستان ها حالا به صورت کسری داستان کسر چیه بچه ها، یک مشکلی وجود داره تو کسر مخرج کسر ها نباید صفر باشه پس عبارت های گویا یه شرطی داره شرطش اینه که مخرجش صفر نشه یا اصطلاحا تعیین دامنش میکنیم یعنی چیکار میکنیم میگیم میگیم اگه یک تابعی داشته باشیم به صورت fx تقسیم بر gx خب اگر این قرار باشه یک عبارت گویا باشه دامنش میشه r بجز منهای منهای چی بچه ها ریشه های مخرج منهای چی ها ریشه های مخرج حالا یک ریشه یا چند ریشه یا بعضی از عزیزان میگفتن آقا به جای این عبارت بالایی اینو بنویس مخرج مخالف صفر این شرط عبارت های گویا عزیزان مخرجش صفر نشه یا اصطلاحا بهش میگن تعیین دامنه عبارت های گویا چند تا مثال بزنم تعیین دامنه عبارت های گویا در بیاد پس عبارت های گویا شرطی داره شرطش اینه که همه چی رو قبول میکنه آرو به جز ریشه های مخرج خب دانش آموز میگه آقا چه پدر کشتگی با این ریشه های مخرج داری؟ میگن به عنوان مثال اینجا ریشه های مخرج چقدر میشه؟ بچه ها میشه دو دو به توان سه من های هشت میشه صفر دو تا میشه 8 هشت. هشت من 8 میشه صفر. خب آقای امینی اگه اینجا شما دو بذاری اینجا یه عددی ایجاد میشه دو به توان دو میشه چار چهار, چهار و یک میشه پنج پنج سفرم پنج سفرم تو ماشین حساب بزنی میزنه ارور یا تو ریاضی پنج سفرم یعنی تعریف نشده یعنی بی نهایت به نگاه حدی پس ما این ریشه این مخرج رو نمیتونیم قبول کنیم شر میشه تو تابه خراب میکنه تابه رو اینجا عدد اینجا صفر جواب تعریف نشده یا بی نهایت خب چند تا مثال در نظر گرفتم نگاه کنید مثال یک و مثال دو و مثال سه میخوام اینا رو تعیین دامنه کنیم میخوام اینا رو چیکار کنین تعیین دامنه دانش آموز میاد میگه خب آقای امینی اینا دامنه شون میشه آر به جز یه چیزی دامنه اینم میشه آر به یه چیزی و دامنه اینم میشه آر به یه چیزی آن چیز ریشه های مخرجه خب دوست گرامی دوست حالایی بیا مخرج مصابی سم خرابه ده x علاوه اگر مساوی صفر قرار بدی میشه چقدر منفی یک پس این نباید منفی یک بشه x2 منهای 5x رو مساوی صفر قرار بدی میشه فاکتور گرفت یک نوع تجزیه هست میشه x منهای 5 مساوی صفر دو تا عدد تو هم ضرب بشن بشن صفر اولی صفره یا دومی صفره پس چند تا ریشه شد بچه ها دو تا ریشه شد همه چی باشه اما صفر و پنج نباشه چرا؟ چون صفر و 5 باعث صفر شدن عبارت توی مخرج میشه و شر میشه تو تابه این چی میشه؟ میگی خواه x2 به علاوه 3 رو مساوی صفر قرار بده این میاد اینور x2 میشه منفی 3 پس شما این شما یه سوالی دارم مگه یه تابعی به توان دو یا به توان زوج مثبت نمیشه حتما پس این چرا منفی در اومده؟ میفهمیم اینجا غیر قابل قبول داریم حرکت میکنیم پس اینجا همه چی به جز منفی سه درسته؟ شما میگه نه آقای امینی همچین چیزی غیر قابل قبوله میگه پس چیکار کنم؟ میگه پاکش کن میگه آقا این ریشه نداره x دو مساوی منفی سه همچین چیزی تو ریاضی وجود نداره پس یعنی چی؟ یعنی این تو باید خالی باشه میگیم بله این تو باید توهی باشه آره من های توهی تو جواب چیه بچه ها؟ آره اینجا مخرج ما ریشه نداره در واقع x به علاوه سه با محور x برخورد نمیکنه همیشه بالای محور x پس ریشه ای تولید نمیکنه وقتی که ریشه ای تولید نکنه به مخرج که اینجا قرار ریشه های مخرج رو بنویسیم چیزی اضافه نمیشه چون ریشه ای وجود نداره پس دامنه شما میشه آر به جز هیچی جواب میشه آره. شد نه؟ پس بعضی وقتا قافلگیر میشود و مخرج ریشه نداره توان دو هیچ وقت منفی نمیشه پس حواس اون جمع باشه همیشه آرمن های یه چیزی نیست بعضی وقت آرمن های توهیه جواب همون آره خب عبارت های گویه چی بود؟ تو تا عبارت جبری به هم تقسیم میشه مخرج صفر نشه سه تا هم مثال زدم که بفهمید دامنه یا اون مخرج ها دا... کجاها دوچاره مشکل میکنه تاورم بعضی وقتا به شما میگن آقا این عبارت گویا رو این دوتا عبارت جبری رو بر هم تقسیم کن مثل این دوتا سوال بر هم دیگه چیکار کن؟ تقسیم کن آقا تا میخوای، میخواین نه نمیخوام میخوام حاصل این دوتا رو به دست بیاری باید چیکار کنیم؟ بچه ها تو قسمت قبل مگه من نیمدم تا تجزیه برای شما گفتم برای این روز بود تمام اون تجزیه ها توی عبارت های گویا به درد میخوره. شما باید اینو تجزیه کنی تجزیه کنی اگه میشه با هم ساده کنی اینو تجزیه تجزیه اگه میشه با هم ساده ببینیم چه اتفاق میفته خب x 2 منهای 16 از خوبای روزگاره خیافهش رو نگاه کنید x2 منهای 16 دو جمله بینش منفی توان دو آقا مزدوجه دیگه پس اینجا میشه x منهای 4 اینجا میشه x به علاوه یکی مثبت یکی منفی جذر اینا رو باید بگیریم x توی منهای x منهای دوازده بچه ها اتحاد جمله چیه؟ مشترکه این جمله مشترکه دو تا عدد بگو این بشه ضرب این بشه منفی یکی چی بچه ها جمع خب بچه ها سه چهار تا دوازده تا سه چهار تا دوازده تا جمعش منفی پس این منفی این مثبت آقا سه چهار تا 12 این منفی جمعشم کی میشه منفی خب خوب نگاه کنید به صورت سوال 1/4 صورت 1/4 مخرج پس میتونید این دو تا رو چیکار کنید ساده کنید x به علاوه 4 بر روی x به علاوه 3 براتون میونه آقای امینی من میتونم دامنه رو به دست بیارم جواب خیر میخوای دامنه به دست بیاری قبل از ساده سازی اصل سوال رو بعد دامنه به دست بیاری ساده شده دامنه به درد؟ نمیخوره این نکته تو پرانتز گوشی دستت باشه بیا اینجا x سه وایسه های وای دو تا پرانتز چاق و لاغر آقا توان سه بینش منفی اصلا شک نکن چاق و لاغره شک نکن خب جذر سوم جذر سوم جوابم همیشه لاغره بود منفی منفی چاق نوشتم به لاغره کار داشت میگفتی اولی به توان دو اولی در دومی دومی به توان دو اینجا همیشه مثبت اما اینجا یه علامتی داشت که با این چاقه چیکار می‌کنه بچه مشکل دار بود اگر اینجا منفیه پس اینجا باید چی باشه مثبت باشه تو چاقه لاغر پس اینش شو تجزیه پایینی رو نگاه کنید یک دو سه جمله توان سه توان دو اتحادی تولید نمیکنه مگر اینکه بیای تو این سه جمله یک عامل مشترکی رو فاکتور بگیری. این توان سه داره یکش. این توان دو داره این توان یک داره پس میشه از x به توان یک چیکار که بچه ها فاکتور گرفت از این میمونه x 2 یعنی این به این تقسیم کنه دیگه از این میمونه x از این هم میمونه y دو دوست عزیز نگاه کن این عبارت دقیقا همین عبارت بالاییه میبینی؟ پس میشه اینو با این چیکار که بچه ها ساده کرد چی میمونه؟ x من های y x بعضی از دوستان حرکت های عجیبا غریبی از خودشون نشون میدن میان یه دفعه اینطوری میکنن به 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 ایکس رو با ایکس بزن ایگرگ سه رو با ایگرگ دو ایگرگ یک بزن میگم بابا جان عزیز من وقتی که بین دوتا عبارت جبری مثبت و منفیه جمع و تفریقه یعنی فکر کن قل و زنجیره اینا به هم چف شدن اینو دیگه نمیشه با این ساده کرد چرا؟ چون بینش مثبت و منفیه خب این جلوتر داره چی کار میکنه؟ دقت کنه اینا رو داره تبدیل میکنه به پرانتز پرانتز یعنی عامل ضرب حالا میشه عامل ضرب با عامل ضرب زد نری سر جلسه از خود راه ابداعی ایجاد کنی بیای اینو با این ساده کنی بعضی از بچه ها مقاومت میکنن هر چی ما میگیم گوش نمیکنن میرن سر جلسه کار خودشونو میکنن اینو یادگیری به درد نمیخوره حفظ نکن یاد بگیر پس نه یه اینو با این ساده کنی باید تبدیلش کنی به پرانتز تبدیل کردن به پرانتز یعنی برو تجزیهش کن بچه پس عبارت های گویا دو تیپ سوال داشت تیپ اول ساده کن تیپ دوم دامنش رو دست بیار بازم میرم برات مثال حل میکنم تو عبارت های گویا رو یاد بگیری یاد باشه ها عبارت گویا رو زمانی میتونی حلش کنی که تا تجزیه رو بلد باشی اگر بلد نیستی کلیپ گذشته رو ابتدا نگاه کن بعدا بیا سراغ این کلیپ بریم ببینیم ادامه داستان از چه قراره خب بچه میخوام چند تا مثال براتون حل کنم تا جمع و تفریق ضرب و تقسیم بین عبارت های گویا رو بهتر یاد بگیرید قانون ما بر این بود که شما اتحاد و تجزیه رو بلدی تا بتونید عبارت های گویا رو ساده کنید. گفته این تقسیم برای این چقدر میشه؟ بچه تقسیم میدونید دیگه باید تبدیل بشه به ضرب و دومی معکوس بشه اونا که یادشون رفته وقتی ما میخواستیم مثلا سه پنجم رو تقسیم بر مثلا نه پونزده کنیم چیکار میکردیم؟ سه پنجم رو مینوشتیم اینو تبدیل به ضرب میکردیم اینو معکوس میکردیم میشد چقدر 15 نه هم که این با این ساده میشه این با این چی میشه بچه ساده میشه پس تقسیم ضرب اون یکی مرکوس. خب بچه‌ها بیم اول این کاری که بهتون گفتم رو انجام بدیم پس آقای امین این که تغییر نمیکنه عبارت اول تغییر نمیکنه اما میتونیم سادش کنیم یا نه بچه X توی منهای نه دیگه خیلی تابلو چیه مزدوجه دوتا پرانتز جذر اولی جذر دومی سه و سه یکی مثبت یکی منفی بالایش جمله مشترک دو تا پرانتز جمله مشترک x دو تا عدد بگو این بشه ضربش این بشه جمعش خب بچه چی و چیه؟ یک سه تا سه تا جمعش بشه منفی چهار پاس هر دو منفی که این هم بشه آقا این تو مخرج قرار بره تو صورت چرا تقسیم داره میشه ضرب برو تو صورت ببینم این بره تو صورت دو تا پرانتز می براش پرانتز اول جمله مشترک این ضربش این جمعش خب اینو بنویسم ضرب اینم بنویسم جمع خب آقا یک سه تا سه تا هر دو هم مثبت مثبت سه مثبت چهار حالا این میاد پایین این بیچاره توانش یک دیگه نیاز نیست تجزیه بشه پس x من ها یک میمونه آقای امینی چرا الان اینجا x رو با x تو نزدی قبلا توضیح دادم اینا با هم قل و زنجیر شدن یعنی جمع تفریق شدن حرکت های جدید بزنی اینو با هم صادر کنی همه عالم بهت میخندن ها نکنی ها حواست باش تجزیه کن حالا میگیم تجزیه میکنیم میگیم آقا x من های 3 با x من های 3 بره x به علاوه 3 با x به علاوه 3 بره x من های 1 هم با x من های 1 بره همه چی با هم رفت اینجا 1 اینجا 1 اینجا 1 ای وای این موندش پس جواب ما میشه x به علاوه یک به همین قشنگی حل شد چند تا نکته داشت؟ یک تقسیمه بشه ضرب این دوتا عوض بشه دو تجزیه کن یه دفعه نری ساده کنی یا ببین چند بار گفتی ضرب تقسیمه رو گرفتی؟ بریم جمع تفریق کن جمع تفریقه رو نها کن قرار این با این جمع بشه خب آقای امینی دو تا کسر رو وقتی میخواستی با هم جمع کنی مثلا میخواستی سه چهارم و به علاوه پنج دوازده هم بکنی چیکار میکردی؟ می‌گفتیم آقا ابتدا می رفتیم مخرج مشترک می‌گرفتیم خب اینجا هم باید بریم مخرج مشترک بگیریم اما قبل از اینکه مخرج مشترک بگیریم ببین تجزیه میشن این میشه x به علاوه یک این میشه x من یک بچه دیگه ما مزدهجه رو حفظیم این جمله مشترکه دو تا پرانتز ضربشون جمعشون یک دو تا دو تا می منفی پس هر دو بچا چی؟ منفی خب آقای امینی وقتی من میخوام مخرج مشترک بگیرم مخرج مشترک چی میشه؟ عامل مشترک ضرب در عامل غیر مشترک بچه نگاه کنید الان مخرج مشترک شما عامل مشترک داره x من یک مشترک پس یکیشو بنویس زب در عامل غیر مشترک کن یعنی در x به علاوه یک و x من های دوی که عامل غیر مشترک هستن چی بشه بچه ها؟ ضرب بشه خب صورت اولی چی بود؟ صورت اولی بود x به علاوه دو خب مخرج اینو نگاه کنید مخرج مشترک هم نگاه کنید میگه آقا x به علاوه 1 x منهای یک هست x منهای دو نیست اونی که نیست رو تو صورتش ضرب کنید، پس میاد ضرب داره x منهای 2 میشه به علاوه به علاوه خب بچه صورت اولی چی بود؟ x به علاوه 1 بود مخرجش رو نگاه کنید x منهای یک، x منهای دو چی رو نداره x به علاوه x به علاوه تو ضرب میشه پس یه بار دیگه مخرجش رو با مخرج مشترک مقایسه کن چی رو نداره چی هم داره این دوتا با هم دیگه میگه آقا ام این ایکس منهای دو رو نداره ایکس منهای دو ور میده تو صورت این ضرب میکن این دوتا رو با این سه تا مقایسه کن چی رو نداره ایکس به ایک نداره ور میده تو صورت چیکار میکنی ضرب میکنی خب بله بچا اگه من بخوام اینو تو این ضرب کنم یاد چی میافتید یاد اتحاد مزدوج میافتید ببین ایکس به ای دو، X من منهای دو اتحاد مزدوج اولی به توان دو منهای دومی به توان دو این وقتی میخوان تو این ضرب کنی دو تا شبیه همه پس میتونی یکیشو به توان دو برسونی میشه اتحاد مربع میشه اتحاد مربع اتحاد مربع چی میشه میشه x به علاوه یک به توان دو اولی به توان دو دو برابر اولی در دومی دومی به توان دو مخرج مشترک چیم که دست نمیزنم x منهای یک x به علاوه یک و x منهای دو اینا رو جمع کن x2 با x دو میشه 2 x دو. اینم هم دو ایکس این هم چهار تا این هم یک منفی چهار مثبت یک جواب منفی سه تجزیه شد حاله پس منگاه که میخواستیم مخرج مشترک بگیریم دقت کنیم اول باید مخرج ها رو باز میکردیم تجزیه میکردیم آمل های مشترک و زبد در آمل های غیر مشترک میکردیم این شد مخرج مشترک و صورتش هم حالا هرچی شد شد دیگه نمیخوام تجزیهش کنم فقط جمع و تفریق شما ببینیم. این هست سخت وقت نه اگر شما فصل قبلی که اعطا تجزیه بود و خوب یاد گرفته باشید دیگه این فصل اصلا مشکلی نداری مگر اینکه دو تا ست سوتیه کوچولو بدی چون سوتیه رو ما هی داریم می‌دونیم سوتی رو انجام ندی یا ساده نکنی اینا تمام چیز خاصی دیگه ای نداره بریم مثال بعد مثال بعد دوباره آوردم چی وسط گذاشتم تقسیم گذاشتم ببینم یاد میاد یا نه تقسیم چی بود اولی رو بنویس ضرب دومی معکوس میشه بچه ایک سیمن های هشت چاق و لاغره یه لاغر یه چاق این جمله مشترکه چون توانش دو. این میره بالا این دو ایکس به علاوه دو باید بیاد تو صورت میشه از یه دو شگاه که بچه ها فاکتور گرفت این هم دو ایکس 2 و چار ایکس و هشت میشه از یه دو شگاه که بچه ها فاکتور گرفت خب آیا امینی آماده است که عبارت ها داخلش بنویسی جذر این میشه x جذر این میشه دو جذر سومه چون توان چند داره سه علامتش هم منفی چرا منفی چون جواب لاغره با جواب کلی باید یکی باشه علامتش حالا چاق نوشتن چجوری بود میگفتی اولی به توان دو اولی در دومی دومی به توان دو اینجا هم مثبت اینجا هم مثبت چون این با این فرق داره جمله مشترک یک سی یک سی بر دو تا عدد بگو این بشه ضربش این بشه جمعش خب یک دو تا دو تا جمعش منفی بشه عدد بزرگی منفی عدد کوچیک مثبت این رفت بالا از دوش واکتور گرفتی شد x به علاوه یک این اومد پایین از دوش واکتور گرفتی شد x توی به علاوه دو x به علاوه چند؟ چهار آخه یه نفس بکشیم آقا تون تون داریم حرف میزنیم که برای شما مطالب بیشتر و مثال های بیشتری حل کنیم تون درس نمیدم و بچه ها دارم آروم میگم اما بعضی وقتا سرعت عمل هم میبرم بالا خب دانش آموز این همه مثال هر کرن. دیگه یاد گرفته اگرم هم احیانا احساس میکنین تنده فیلمو چند بار جلو عقب کن تا مطلب برای جا بیفته دو با دو میره x به یک با x به یک میشه x توی به دو x به علاوه چهار هم با این میره دیگه چی مونده؟ اه x منهای دو با x منهای دو میره اینجا شد یک اینجا شد یک اینجا شد یک اینجا هم شد یک همه شد یک رفت به عجب سوال بحالی بود قیافش ها کنید اولش نمیخورده همش با همچه بشه ساده بشه ولی چون ما تجزیه بلد بودیم و فهمیدیم باید چیکار کار کنیم براحتی سریع ساده کنیم و به جواب چند رسیدیم یک رسیدیم آقا سخت که نیستش قسمت آخر عبارت گویا چیه بچه اگه گفتی؟ گویا کردن چسهای رادیکالیه بریم قسمت آخر رو ببینیم و, و, این قسمت هم تمام بچه میخوام در مورد گویا کردن عبارت های رادیکالی صحبت کنیم آقا گویا کردن یعنی چی؟ خلاص مفیدش یعنی آقا از شر رادیکال در مخرج خلاص شد آقای امینی شما با رادیکال در صورت مشکل نداریم من که مشکل ندارم هیچی گویا کردن هم مشکل نداره ما گیرمون تو رادیکال تو مخرجه تأکید میکنم در مخرج چند مدل سوال براتون نوشتم بچه ممکنه شما تو رادیکال که تو مخرج داشته باشی فقط یک رادیکال تک و تنها باشه با فرجه دو ممکنه یک رادیکال تک و تنها باشه با فرجه های غیر از دو مثل سه، مثل چهار، مثل پنج، مثل شیش ممکنه به جای یک جمله دو جمله در مخرج داشته باشی حالا یا با رادیکال دو یا با رادیکال غیر دو توضیح بدم اینجا رو کنید یک جمله در مخرج با رادیکال با فرجه دو اینجا یک جمله در مخرج رادیکال با فرجه دو یک جمله در مخرج رادیکال با فرجه پنج دو جمله در مخرج رادیکال فرجه دو دو جمله در مخرج رادیکال فرجه شیش پس همه جور ممکنه بیاد یک جمله دو جمله فرجه دو فرجه سه فرجه شش بازی بازی ساده ایه. یک روش خیلی خیلی ساده داره نگاه کنید از اولش دوست عزیز اگر رادیکالت فورجش دو بود خیلی راحت زبدر در خودش کن به شرطی که یه دونه باشه پس اینجا زب در رادیکال پنج رادیکال پنج اینجا چی؟ زبدر در رادیکال سه رادیکال سه پس اگر فرجت دو بود تک جمله بود یک جمله بود زب دارم مخرج کن پس قانون فرجه های دو رو یاد گرفتی خیلی سریع و راحت میتونی حلش کنی خب این در این ضرب میشه میشه دو رادیکال پنج این هم میشه رادیکال پنج زب در رادیکال پنج میشه رادیکال بیست و که جزرش میشه چقدر پنج اینجا چی شد بچه ها؟ گویا شد آقای امینی صورت رادیکال داره عزیز من با صورت چی کار داری مخرج رو ببین بعدی آقا دو سه تا شیش تا این رادیکال شش، اینجا هم سه تا نه تا جزرش سه چی شد بگید گویا شد چرا اینها شش رادیکالی دیگه وجود نداره آقا صورت صورت کاری نداریم عزیز من بعدی بعدی فرجه ها دیگه دو نیست پنج داخلش توان داری مصیبتی میخوام یه روش بهت رو یاد بدم عزیز من رادیکال رو بنویس رادیکال بنویس فورجاشو بنویس فورجاشو بنویس عبارت زیر رادیکال بنویس اما توانش رو ننویس غیر از دو توانش رو ننویس چیکار کنیم پس بچه بیاین اینو از این کم کنید جواب چند دو دور بزنید اینجا آقای امینی چرا این کارو میکنی؟ الان بهت میگم اگر صورت رو در صورت ضرب کنی و مخرج رو در مخرج به داستان پی میبری این ضرب در این نمیشه پس میشه x به علاوه یک ضرب در رادیکال فرجه 5 x2 اما وقتی که رادیکال ها یکسان باشن یکیشو میشه نوشت و عبارت های زیر رادیکال رو تو هم ضرب کرد میشه x ضرب در x2 ا ا امینی x ضرب در x2 میشه x5 و اگر هم اینجا بشه x5 پنج، این 5 پنج میتونه با این پنج چی بشه ساده بشه و چی بیاد بیرون x رادیکالش پرید بچه حکمت این کاری که گفتم اینو از این کم کن تو این ضرب کن این بود که هنگامی که این دوتا رو با هم ضرب میکنی سه با دو جمع بشه بشه پنج که این پنج اون پنج رو از بین ببر حکمت رادیکالی های فورجی دو هم که نگفتم همین بود وقتی که زب در خودش میکنی نگاه کنید بچه یه بار دیگه اینجا رو اینجا دو اینجا چنده بچه ها یک می میبینید خب اگر اینو از این کم کنی باز جواب چند میشه باز میشه یک یعنی خودش میشه به خاطر همین تو فرجه های دو من اینا رو نگفتم گفتم همین تو داخل رادیکالش زب کن بره پیکارش اما وقتی که فرجه ها غیر از دو، حالا سه چهار پنجه یا هر عده دیگه هست ما یکمتش هم بهت میگیم که چرا این اتفاق داره میفته پس چرایش برای این بود که اینجا بشه پنج اینم بشه پنج خدا نگهدار صورتش هم هرچی هست باشه مشکلی ندارم چی شد بچه ها؟ گویا حالا از این مثال به بعد از این مثال به بعد قضیه فرق میکنه یه جمله نیست چند جمله است؟ دو جمله است بچه از یک جمله به بالا باید دست به دامن اتحاده داشت سراغ یه اتحادی بری تو این یعنی دنبال یک عبارتی باشی که تو این ضرب بشه و یک اتحادی رو تولید کنه معمولا فرجه های دو خراجشون مزدوجه نگاه کنید اگر شما بیاین اینو زب داره مزدوجه این عبارت بکنید یعنی پنجه به علاوه رادیکال هفت صورت در صورت ضرب میشه مخرج در مخرج صورت میشه پنج رادیکال هفت ولی مخرج وقتی داره تو مخرج حل میشه یا ضرب میشه چه اتحادی تولید میکنه مزدوج میشه اولی به توان دو بیست و پنج منهای دومی به توان دو هفت بچه بیست و پنج منهای هفت یه عدد میشه ما هم دنبال یه عدد میگشتیم که چی بشه گویا بشه دیگه درسته بچه ها پس الان ما اینجا به عدد چی رسیدیم؟ 18 رسیدیم خب آقا جان 18 دیگه رادیکالی نداره پس میتونم بگم چی شد؟ گویا شد پس اگر خاصی گویاش کنی دو جمله یا رو زب در مزدوجش کن تو پرانتز گفتم یواشکی اینجا فور جی خوراکشون مزدوج حالا اومدیم و فرجه دو نبود فرجه زد شانس ما چند شد شیش شد فرجه های شیش یه دفعه من از دو پریدم رو شیش دانش اول چه داره همین میگم یه فرجه شیش دیگه نداشتیم بچه فرجه های بیشتر از دو مثل چهار، مثل شیش، مثل هشت اینها ها باید تو چند مرحله تجزیه بشن این داستان شیه اول میای زب در مزدوجش میکنی یعنی رادیکال، 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 رادیکال شیش 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 و شیش آ بی آ بی مزدوجش یک بار مثبت یک بار دیگه هم مثبت چرا؟ چون مثبت در منفی میشه مزدوج خب آقای همینی صورت شما چیه؟ صورت شما میشه رادیکال آ به علاوه رادیکال بی اینجا شیش اینجا میشه. ولی وقتی این دوتا تو همدیگه ضرب میشن میشن اتحاد مزدوج مزدوج یعنی اولی به توان دو دومی به توان دو بچه ها این رادیکال آ به فرجه 6 بخواد به توان دو برسه من اون دفعه هم بهتون گفتم توان رو میتونید بیارید داخل الان این با این چی میشه؟ ساده میشه میشه رادیکال آ اینجا هم میشه چند بچه ها؟ سه پس اینجا میشه رادیکال آ اینجا سه منهای رادیکال بی اینجا سه پس یه مرحله سبک شد نگاه کنید 6 تبدیل شد به سه حالا مرحله دوم دوباره باید گویا بشه خب چیکار کنم بچه توان سه فرجه سه ما رو میبره تو دنیای اتحادهای توان سه ای مثل چی؟ مثل چاق و لاغر مثل چی؟ مثل مجهر اما وقتی که دو تا جمله رو داری ببین یک دو بینش منفی دیگه لاغره آماده است یه چاق میخوای یه دونه چی میخوای؟ چاق چاق این چیه؟ خودمون بلدیم میسازیم کاری نداره صورت و زب داره چاقش میکنم مخرجش هم زب داره چاقش می‌کنم. یه ذره بیا میبتن چاقش حسابی چاقه اولی به توان دو میشه A بچه توان دو میتونیم بیاری داخل اولی در دومی به علاوه رادیکال آبی اینجا سه دومی به توان دو به علاوه رادیکال بی بچه آ. به توان دو توان دو رو میتونی بیاری داخل دارم چی میسازم چاق اولی به توان دو. او دو, اولی در دومی دومی به توان دو اگه اینجا منفی بود اینجا مثبت بود همه تکرار میکنم اولی به توان دو اولی در دومی دومی به توان دو بچه ها اگه اینو توی این ضرب کنید دیگه خیال راحت این چاق و لاغره پس مخرج شما میشه لاغره به توان سه این به توان سه میپره میشه آ من های بی صورت میشه ضرب این دوتایی که هست یعنی اینو تو این مرحله جلال کنین ضرب کنین که ما نمیخوایم این کار انجام بشه ما فقط میخواستیم مخرج از شر رادیکال خلاص بشه پس اینجا هم می‌نویسیم چی شد گویا شد باز یه بار دیگه نگم یه ذره طولانی بود بچه‌ها ممکن اشتباه کنه فرجه های شش رو گفتیم در دو مرحله چیکار می‌کنیم گویاش می‌کنیم اول ضرب در مزدوج خودش می‌کنم مزدوج خودش همان فرجه شش می‌ماند علامت منفی تبدیل میشه به علامت مثبت اوکی یه نفس بکش ادامش صورت در صورت ضرب میشه مخرج در مخرج وقتی این دوتا تا رو تو هم دیگه ضرب میکنه یاد مزدوج میفتی مزدوج بود اولی به توان دو هر چی است منهای دومی به توان دو پس این به توان دو منهای این به توان دو خب بچا وقتی این میخواد به توان دو برسه توان دو میاد تو این دو با این 6 ساده میشه. میشه میشه سه فرجه سه میمونه نگاه کنید صورت هم که وقتی این تو این بشه میمونه پس یه دونه مثبت یه دونه منفی مونده حالا من میخوام از شر مخرج دوباره اینجا خلاص بشم چیکار میکنم؟ میگم آقا توان فرجه سه حالا توان سه یا فرجه سه حالا اینجا فرجه سه میام سراغ چاق و لاغر لاغره رو داری چاقه رو میسازی چیجوری بود میگفتی این به توان دو این به توان دو این دوتا ضربشون اینجا منفی باشه اینجا چی میشه بچه مثبت حالا که این چاق و لاغر ساخته شد صورت در صورت ضرب میشه مهم نیست چه میفته ولی وقتی داریم مخرج تو مخرج ضرب میشه چاق لاغر میشه لاغره به توانسته خب این به توانسته این میپره این به توانسته این میپره و این ایجاد میشه اونایی که تو رادیکال و توان مشکل دارن حتما کلیپ توان و رادیکال رو ببینن اونجا مثال جوندار و پدر مادر داری حل کردیم این سوال همچین سوال زمخت و چغریه سوال سفت و سختی دانش آموز تو مرحله آخر به عنوان قول آخر بعد اینو حلش کنه سخت نیست سختش نکن آقا گویا کردن هم یاد گرفتیم یعنی از شر رادیکال تو مخرج خلاص یا یه دونه ای بود فرجه ای دو یا یه دونه ای بود فرجه های غیر دو مثل سه مثل 5 مثل شیش یا دوتایی بود فرجه ای دو که گفتیم مزدوج یا دوتایی بود فرجه های غیر ای دو اینشالله که درس رو یاد گرفته باشید و نمرات عالی بیارید بچه ها حالا دهم یازدهم ده دوازدهم و کنکور شما رو پوشش داده اگر دانش آموز میخواد اینها رو فراترش یاد بگیره فیلم های کلیپ های نیازه تجربه ها من برای خودم نگاه کنم